حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه یاد جانباختگان راه سوسیالیسم سلام عرض می کنم. امیدوارم خوب و سلامت بوده و در کار و فعالیت و مبارزه موفق و سربلند باشید. خوشحالم از اینکه با تقدیم حلقه دیگر از برنامه یاد جانباختگان راه سوسیالیسم در خدمت شما عزیزان هستم. دوستان، در سالهای دهه 40 شمسی به دنبال بیعملی حزب توده ایران و آشکار شدن ناتوانایی های جبهه ملی در مبارزه بر علیه رژیم شاه، دانشگاه های ایران به مرکز بحث های پرشوری بر سر راه های نوین مبارزه بر علیه رژیم شاه تبدیل می شوند. این بحث ها به تدریج به شکلگیری سازمان های جدیدی که می کوشیدند خود را از قید سنت ها و روش های جبهه ملی و حزب توده ایران رها کنند منجر می گردد. از آن جمله سازمان چریک های فدای خلق ایران است که از به هم پیوستن چندین گروه که تحت تأثیر خط مشی چریکی انقلابیون آمریکای لاتین و به ویژه تجربه انقلاب ضد دیکتاتوری کوبا قرار داشتند تشکیل می شود. طی سالهای 1347 و 1348 گروه‌های وابسته به این خط مشی به تدریج مسلح می‌شوند. بخشی از آنها در شهرها و از جمله در تهران مستقر می‌گردند و بخشی دیگر جنگل‌های شمال را برای آغاز فعالیت‌های چریکی خود انتخاب می‌کنند. اما قبل از اینکه هر کدام از این بخش‌ها بتوانند آمادگی لازم را برای تعقیب نقشه هایشان پیدا کنند، ساواک شاه به وجودشان پی می برد و حمله های خود را بر پایگاه ها و خانه های تیمی آنها در شهرها و مخفیگاه هایشان در جنگل های شمال آغاز می کند. طی یک جنگ و گریز چند ساله که تا هنگام انقلاب 1357 ادامه داشت، چند صد نفر از انقلابیون طرفدار این خط مشی در شهرها و در جنگل‌های شمال در نبردهای مختلف جان باختند. شمار زیادی دستگیر و پس از تحمل شکنجه‌های فراوان به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. در برنامه‌های یاد جانباختگان راه سوسیالیسم از این انقلابیون که در دل سال‌های سیاه دیکتاتوری شاه جان بر کف بر علیه این رژیم سفاک به مبارزه برخاستند و در راه آرمان‌های انقلابی خود جان باختند یاد خواهیم کرد و خاطره فداکاری‌هایشان را گرامی خواهیم داشت. در برنامه این هفته یاد و خاطره رفقا علی اکبر صفایی فراهانی، احمد فرهودی و جلیل انفرادی و نیز رفیق محمد محمدی را گرامی می‌داریم. لطفاً در این برنامه ما را همراهی کنید. گرامی باد یاد رفیق علی اکبر صفایی فراهانی. علی اکبر صفایی فراهانی در سال 1318 در تهران دیده به جهان گشود. پس از اتمام تحصیلات ابتدایی وارد هنرستان صنعتی تهران شد.
همزمان با ادامه تحصیل در چاپخانه‌ای به کار پرداخت و پس از پایان تحصیلات در هنرستان صنعتی شهر ساری به کار تدریس مشغول شد. فعالیت‌های سیاسی علی اکبر صفایی فراهانی از سال 1339 در ارتباط با جناح چپ جبهه ملی آغاز می‌شود. وی تا سال 1342 در همین چارچوب به فعالیت‌های خود بر علیه رژیم شاه ادامه می‌دهد. از این سال به بعد فکر مبارزه مسلحانه در نزد علی اکبر صفایی و شماری از همرزمانش تقویت می‌شود. در همین ارتباط گروه کوهنوردی کاوه را به منظور آماده سازی جسمی و شناسایی مناطق مورد نظر تشکیل می‌دهند. از سال 1346 تعدادی از اعضای این گروه دستگیر شده و علی اکبر صفایی فراهانی هم مخفی می شود. یک سال بعد به منظور ارتباط با گروه های مسلح فلسطینی از ایران خارج می شود، اما قبل از رسیدن به مقصد همراه با صفاری آشتیانی در عراق دستگیر می شوند و پس از یک سال زندان در تابستان سال 1347 آزاد می گردند و به سازمان آزادی بخش فلسطین می پیوندند. طی کمتر از یک سال اقامت در مناطق فلسطینی نشین در لبنان و اردن و کسب آموزش های اولیه پارتیزانی به ایران باز می گردند. در سال 1349 علی اکبر صفایی فراهانی از نخستین فعالین مشی چریکی در ایران بود که هسته اولیه سازمان چریک‌های فدای خلق را بنیانگذاری کردند. در 15 شهریور ماه سال 1349 همراه یک دسته 6 نفری در جنگل‌های شمال ایران در نزدیکی شهر چالوس مستقر می‌شوند و برای مدت چند ماه به شناسایی مناطق و فراهم ساختن مقدمات آغاز نبرد مسلحانه چریکی می‌پردازند. در همین جریان است که رژیم شاه به وجود آنها و تحرکاتشان در جنگل‌های شمال پی می‌برد و به تعقیب آنها می‌پردازد. روز 19 بهمن ماه سال 1349 گروه جنگل به پاسگاه ژاندارمری رژیم شاه در سیاهکل حمله می کنند و پس از وارد آوردن ضربات و تلفاتی به نیروهای مستقر در این پاسگاه و خل سلاح آنان به طرف جنگل‌های اطراف سیاهکل عقب نشینی می کنند. از 19 بهمن تا 18 اسفند سال 1349 این گروه از هوا و زمین مورد حمله متمرکز نیروهای رژیم شاه قرار گرفت. به خاطر نجات جان یک رفیق زخمی که در عملیات حمله به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل مجروح شده بود، علی اکبر صفایی فراهانی همراه با دو رفیق دیگر از مخفیگاه خود خارج می شوند. در یک خانه روستایی در روستای چلستون واقع در کوپایه های سیاهکل توسط کت خدا و تعدادی از روستاییان دستگیر شده و به ماموران رژیم شاه تحویل داده می شوند. گفته می شود که رفیق صفایی فراهانی در زیر شکنجه های فراوان ماموران سواج جان خود را از دست داده، ولی رژیم جنایتکار شاه نام او را همراه با 12 تن از همراهانش که در 26 اسفند 1349 در میدان تیر چیتگر تهران تیرباران شدند اعلام کرد. یاد و خاطره انقلابی پاک باخته علی اکبر صفایی فراهانی گرامی باد.
رفیق جان باخته احمد فرهودی. احمد فرهودی در سال 1320 در شهر ساری متولد شد. وی کارمند اداره دارایی بود و فعالیت سیاسی خود را در سال 1346 با پیوستن به یکی از گروه‌هایی که بعداً سازمان چریک‌های فدای خلق را تشکیل دادند آغاز کرد. احمد فرهودی به دلیل توانایی‌هایش به زودی به یکی از چهره‌های شاخص گروهشان تبدیل شد. گروه وی ابتدا در عملیات‌های چریکی شهری فعالیت می‌کرد که مصادره بانک ونک از جمله عملیات‌های آن بود. احمد فرهودی به دنبال شناسایی شدن و تحت پیگرد پلیس سیاسی و ماموران ساواک رژیم شاه قرار گرفتند، به زندگی و مبارزه مخفی و حرفه‌ای روی آورد. در اوایل بهمن 1349 به گروه جنگل پیوست و معاونت این گروه را بر عهده گرفت. پس از عملیات حمله به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل و در جریان عقب‌نشینی واحد وی که مرکب از 5 فدایی بود، در حوالی قله کاکو به محاصره نیروهای رژیم شاه درآمد. در این جریان 2 تن از همرزمانش جان باخته، یکی دیگر از آنها موفق به شکستن حلقه محاصره می شود و احمد فرهودی و محمد علی محدث قنچی که دیگر کمترین رمقی در تن نداشتند به اسارت دشمن در می آیند. این رفقا همراه با دیگر دستگیر شدگان در این واقعه در سحرگاه 26 اسفند سال 1349 توسط رژیم جنایتکار سلطنت پهلوی در میدان تیر چیتگر تهران تیرباران شدند. یاد و خاطره فداکاری احمد فرهودی از رزمندگان راه آزادی در ایران برای همیشه زنده است. به یاد رفیق جلیل انفرادی. جلیل انفرادی در سال 1319 در شیراز متولد شد. از همان اوان کودکی با درد و رنج و زندگی مشقت بار و پر از مصائبی که نظام سرمایه‌داری بر کارگران و مردم زحمتکش تحمیل می‌کند آشنا شد و در همین محیط پرورش یافت.
از سنین نوجوانی به کارگری مشغول شد و به عنوان کارگر جوشکار در کارخانجات شعله خاور، یخچال سازی ارج و جنرال استیل به کار پرداخت. وی از بنیانگذاران و دبیر سندیکای فلزکاران و مکانیک ها بود و فعالیت هایش در این سندیکا وی را به چهره محبوب در میان کارگران تبدیل کرده بود. یکی از کارگران فلزکار مکانیک درباره او گفته است: جلیل یک پارچه شور بود. جلیل همه اش صفا و محبت بود. می بایست برخورد او را با مردم می دیدی تا به عمق احساسات پاکش پی می بردی. جلیل برای ما یک رفیق بود، یک آموزگار بود. توی کارخانه هنگامی که جانمان به لبمان می آمد، هر وقت خسته می شدیم، هر وقت احساس تنهایی می کردیم، به پیش جلیل می رفتیم و جلیل برای ما حرف می زد و علت دردهای من را می گفت و راه رهایی را. در همین دوران بود که جلیل انفرادی به مبارزه علیه دیکتاتوری شاه روی آورد و در سال 1346 اندیشه برپایی مبارزه مسلحانه در او قوت گرفت و یک سال بعد به عنوان یکی از اعضای مؤثر گروه کوهنوردی کاوه دستندرکار تدارک این نوع از فعالیت شد. وی در سال 1348 به گروه جنگل پیوست و از اولین افراد شرکت کننده در فعالیت‌ها و برنامه عمل‌های این گروه بود. در جریان جنگ و مقاومت در برابر نیروهای مسلح رژیم شاه در جنگل‌های سیاهکل، متعاقب حمله به پاسگاه ژاندارمری این ناحیه در روز 19 بهمن 1349، همراه با یکی دیگر از رفقای مجروح خود به اسارت دشمن درآمد. پس از شکنجه‌های فراوان، رفیق جلیل انفرادی در 26 اسفند 1349 همراه با 12 تن دیگر از همرزمانش توسط دشخیمان رژیم پهلوی تیرباران شد. یادش گرامی. Yeah.
دلم روشن ای بر دیگرانت روشنی خرمن با فرد نگون گردد چب و دشمن بادو به بادو خواب با در راه آینده همچون سرودی از خیم بر سرخ و بوفنده با گام پولادی سرشای پشموکی اکباد خدات خود درمش روشنی سازی وان پرچم خونین به پرداها برافرازی وان پرچم خونین به پرداها برافرازی بینندگان عزیز و ارجمند، برنامه یاد جانباختگان راه سوسیالیسم را با نگاهی به زندگی مبارزاتی رفیق جانباخته محمد محمدی ادامه می دهیم. محمد محمدی در سال 1335 در یک خانواده زحمتکش در آذربایجان چشم به جهان گشود. هنوز کودکی خردسال بود که با طعم آوارگی و سختی آشنا شد، چرا که خانواده‌اش در جستجوی امرار معاش ناگزیر شد همراه هزاران خانواده زحمتکش دیگر در زورآباد کرج مستقر شود. پدر محمد کارگر سنگتراش بود و محمد از کودکی با کار و رنج و آرزوهای مردم کارگر و زحمتکش بار آمد. با این حال و با تحمل مشقات بسیار توانست درس بخواند و پس از اتمام موفقیت‌آمیز دوران تحصیل متوسطه به دانشگاه صنعتی تهران راه یافت. رفیق محمد محمدی از زمان ورود خیش به دانشگاه صنعتی تهران در سال 1354 همچو بسیاری از دانشجویان پیشروی آن دوره وارد فعالیت‌های سیاسی شد. وی با گرایش به مارکسیسم فعالانه در مبارزات دانشجویی شرکت کرد. در جریان تحولات فکری که در میان روشنفکران و دانشجویان مبارز آن دوره به وقوع می پیوست، از جمله آن کسانی بود که راه خود را با روشنی و آگاهی هرچه بیشتر می پیمود. رفیق محمد محمدی در مبارزات دانشجویی که پیش از قیام از سال 1356 آغاز گشت بسیار فعال بود و سازمان دهندگان فعالیت‌ها و حرکات دانشجویی آن دوره به شمار می‌آمد. در دوران قیام او از نخستین کسانی بود که به گروه اتحاد مبارزه در راه آروان طبقه کارگر پیوست. وی هیچگاه آنچرا که در دوران کودکی و نوجوانی از کار و زحمت و زندگی و روحیات کارگران و زحمتکشان آموخته بود از یاد نبرد. عشق به رهایی طبقه کارگر و محرومان جامعه با او عجین بود.
مبارزه سیاسی برای او همواره مسئله زنده بود که می باید پاسخگوی نیازها و اهداف طبقه کارگر باشد. به این ترتیب محمد در طول زندگی سیاسی کوتاه ولی پربارش همواره در جستجوی ایده ها و نظرات تازه بود، نظریاتی که بتواند در خدمت آرمان او در خدمت رهایی طبقه کارگر قرار گیرد. رفیق محمد در اواخر سال 1358 راهی کردستان شد و در تیر ماه سال 1359 پس از اینکه گروه آرمان به سازمان رزمندگان پیوست، با نام تشکیلاتی مصطفی در شاخه کردستان سازمان رزمندگان در شهر بوکان به فعالیت خود ادامه داد. صداقت، صمیمیت و انقلابیگری رفیق محمد برای تمام کسانی که در این دوره از نزدیک با او آشنا شدند فراموش شدنی نیست. زندگی سیاسی او در این دوره جدا از تحولات و فراز و نشیب‌های سازمان رزمندگان نبود. با بروز بحران در این سازمان، محمد از اواخر سال 1359 به مارکسیسم انقلابی گرایش یافت. در نخستین روزهای بهار سال 1360، وی به همراه معدودی از رفقای خیش وجود فراکسیون مارکسیست‌های انقلابی را در سازمان رزمندگان اعلام داشت و این فراکسیون رسماً با سازمان اتحاد مبارزان کمونیست تماس تشکیلاتی برقرار کرد. به یمن فعالیت شبان روزی محمد و رفقای او، فراکسیون مارکسیست‌های انقلابی در رزمندگان گسترش یافت و پیش از پیوستن به اتحاد مبارزان کمونیست، دو شماره نشریه رزمندگان کمونیست را منتشر نمود. فراکسیون مارکسیست‌های انقلابی رزمندگان همراه اتحاد مبارزان کمونیست به حزب کمونیست ایران پیوست. اما رفیق محمد پیش از آن جان باخته بود. رفیق محمد محمدی به همراه رفیق مجتبی احمدزاده در روز چهارم شهریور ماه سال 1360 در اوج یورش ضد انقلاب جمهوری اسلامی تصادفاً در یکی از خیابان‌های تهران توسط ماموران رژیم دستگیر شدند. نیروهای اطلاعاتی رژیم موفق به شناسایی این دو رزمنده کمونیست شدند و برای در هم شکستن اراده و اعتقاد آنها هر آنچه از فنون تطمیع و شکنجه می دانستند به کار بردند. اما مجتبی و احمد جز لبخندی تحقیرآمیز نثار شکنجه‌گران رژیم تازه به قدرت رسیده اسلامی نکردند. رفیق مجتبی در آبان ماه و رفیق محمد در سوم آذر ماه سال 1360 به جوخه اعدام سپرده شدند، بی آنکه حتی کوچکترین اطلاعاتی از اسرار سازمانی را بر لب آورده باشند. زحمتکشانی که رفیق محمد محمدی را از نزدیک می شناختند از آذربایجان، تهران و کرج بر گرد خانواده اش جمع شدند و زحمتکشان بیشتری که خبر جان باختن او را بعدها شنیدند از محلات جنوب تهران تا روستاهای کردستان یاد این مبارز طبقه کارگر را با خاطرات شیرین، سیمای صمیمی، خندان و پرکارش عزیز داشتند. یاد رفیق محمد محمدی و هزاران رفیق دیگر، آرمانشان، خستگی ناپذیریشان و تنین فریاد زنده باد سوسیالیسمشان در دم تیرباران
الهام بخش هزاران رزمنده کمونیست و کارگر انقلابی است.
رهی که خود بود عزیز. ای دلاوران یادتان کنیم، بامدادان به سرود رنجهای فراوان، سیه چال زندان در هم نشکست عزمتان را رفقا. این دنیای بیداد با رنج ما آباد، کجایش زندان ما نبوده رفقا. برخیزیم برخیزیم برخیزیم، چشم دریده مرگ عربده سرکوب در پیشگاه از متان خمیده رفقا. رزم بیباکتان نیرو بخش ما شد، در رایی که رفتید رست پاریم رفقا. تا برابریم عهد بردگی، تا بر افتد رنج انسان از جهان رفقا. با امید فت روز پیروزی استواریم بر این پیمان با شما رفقا. برخیزیم برخیزیم برخیزیم، چشم دریده مرگ عربده سرکوب در پیشگاه عزمتان خمیده رفقا. رزم بی باکتان نیرو بخش ما شد، در رایی که رفتید رست پاریم رفقا. بینندگان عزیز برنامه یاد جانباختگان راه سوسیالیسم، در اینجا وقت این برنامه که به گرامی داشته یاد و خاطره رفقای جانباخته علی اکبر صفایی فراهانی، احمد فرهودی و جلیل انفرادی و محمد محمدی اختصاص داشت به پایان رسید. در برنامه هفته آینده یاد و خاطره رفقای جانباخته زهرا دانشور فضلی، لطف الله کمانگر و بهروز دهقانی را گرامی خواهیم داشت. در اینجا با گرامی داشت یاد تمامی جانباختگان راه سوسیالیسم این برنامه را به پایان می‌بریم و برای همگی شما عزیزان آرزوی سلامتی و سرافرازی هرچه بیشتر داریم. بدرود.